تربیه کاری بزرگ است و آن تقدیر انسان را حل میکند. سلام بینندگان گرامی، برنامه نوبتی صحبت روز است پیشنهاد شما و حالا صحبت داریم با زرینه کنجایوا، روانشناس، مدیر کافدرای پسیکولوژی اجتماعی و مناسبت های اویلوی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. در آغاز میخواستم به سوال مراجعت کنم که امروز برای تربیه درست یعنی نسل نوروز کودکان و نورسان اساسا باید پدر و مادر کدام کار را اجرا کنند؟ البته روند تربیه فرزند این یک روند پرمسئولیت و دوشی پدر و مادر می باشد، زیرا اساسی تربیه خواهیم نخواهیم از اویله آغاز می شود، زیرا سرچشمه همه مثلا خصیت های انکشاف و روند های معرفتی انسان در اویله سرچشمه می گیرد. باید فراموش نکرد که وقتی که والدین پیش از آنی که اویله دار می شود، پیش از آن باید تاکیدات و نقشه گذاری روابط مناسبت های آیندهش را بیچون چرا به فرزند تصور کردن نتواند و فرزند کمال نعمت اویله است، نمک زندگی است و چخیلی که اجدادان ما، گذشتگان ما تاکید میکنند بیچون چرا در انامین روند اویلداری و ارج گذاری به نعمت های زندگی و قدرشناسی از آینده سازی جامعه همچون حیات، زیرا انکشاف آینده دراز عمری آدم یا که ابدیت آدم از فرزندداری وابستگی دارد، زیرا نسل این آینده اون اولاد می باشد و تربیه اون یکی از عنصرهای اساسی به حساب می رود. باید فراموش نکرد که در انامین سهمی هم سه روند اساسی جامعه رولی بسازان می گذارد، هم مکتب، هم اویله و هم جامعه. باید انامین سه عنصر اساسی جامعه باید به هم آیند و در تربیه فرزند سهمی بسازان خود را گذارند. پدر و مادر باید چیکار کنند؟ از روزی که پدر و مادر مثلا اویلدار می شوند، باید انامی منی من از بین رود. یکی از سبب های اساسی پشخوری اویله های جوان اون است که اونها در همین اصل پرتلاتوم حسیات، زیرا این اصل رو من همیشه اصل حسیات می گویم، زیرا هر کاری که فعالیتی که مردم این زمان کرده استادن در جاده مثلا خواه صنعت باشد، خواه تکنیک باشد، خواه اقتصادیات باشد، خواه سیاست باشد، بیشتر تکیه میکنند به حسیات خود. و پرابلم های اساسی ایموشنالی که در میان آدمان به عمل می آید، در دیگر روند های روابط مناسبت ها به عمل می آید، به حسیات بسیار تر تکیه می کنند. و من گمان می کنم که به خاطر اونی که انامین ارج گذاری به انامین وحیه رو به اینومت گیریم، منی من رو فراموش کنند بولی در پیش از آن، یعنی که برای چی پدر مادر این یک بزرگ داشت، یعنی که جای خود رو در جامعه دارد. وقتی که مادر میگوییم، میگوییم که مادر این فرشته است، پدر میگوییم ارج گذاری به یک مقدسات میاریم به خاطر اینکه آنها بچون چرا پوره خود رو به فرزند میبخشند. باید انامین اویله های جوان امروزه نیست، باید انامین تکیه و انامین داشته باشند که پدر مادر این مقدسات هستند و آنها باید از خود فراموش کنند. خوب اینجا میخواستم راجع به چیز دیگر، این هم باشد اخلاق کودکان و نورسان در محیط، در جامعه حرف بزنیم. اساسی ترین موضوع این تازگی، در این باره از نگاه علم روانشناسی کدام دستورها هستند؟ من گمان میکنم که روند اخلاق اکولوژی بچه ها در اویله مکمل میشود. باید پدر و مادر، اهل جامعه، مکتب، باید همگانه کوشش کنند که در انام تربیه کودک از روز اول، از روز اولی که کودک به دنیا میاد و قدم های اولینش رو در اویله میگذارد یا که در جامعه میگذارد، ما باید نمونه باشیم. مثلا نسل کلانسالتر وقتی که به بچه نمونه عبرت می شود، در اون حالت بچه از ما چی می یاد می گیرد؟ اون چیزی رو یاد می گیرد که فرد خود تکرار میکند. ما باید تقلیدکار نیو، ما وقتی که نمونه درست میشویم
نمونه چند نمو دارد، نمونه جهت های منفی دارد، جهت های مثبت دارد. ما اگر نمونه مثبت باشیم، او البته کوشش میکنند که رفتارهای بهتری ما را نمونه باشد. وقتی که ما مثلا در راه رو می رویم با فرزند خود سیر سیاحت داریم و اخلاق را البته در اخلاق جای می پردازیم، اون کودک کوشش میکند که اون کاری ما کردیم دفعه دیگر تکرار کند و هیچگاه با جهت های نادرستی رفتاری خود رو نمی دید و با دیگران نیز نمونه می شود. حتی همون محیطی که او کار میکند، فعالیت میکند، او رو تربیت میکند، با اونها کمک میرساند که مثلا کودکانی از خودشون خوردتر از اونها آموزند و بیچونه چرا بیشتر این رفتارها رو بچه ها از کتاب خوندن، از اثرهای بدیعی، از تصورات مثلا معنویات بای خود میتوانند منشا گیرند. مثلا کودکی که کتاب رو دوست میدارد، او هیچگاه کتاب رو که ورق رو یا دیگر چیز رو ترانده در کوچه نمیپرتاید، ارزش او رو میداند، محبت میکند و بهوده در روح رو به سنگ انداختن یا که بر کوچه به اخلاط پاره کردن یا که به دویدن یا که به اوبوشی کردن روح نمیدید. او وقتی که در یک اونجا میستد، البته به چیزی توجه میکند، یک اویزه رو میخوند، یک با یک مثلا رسم زیبا میتونه نظر کنه، یک منظره زیبا رو تحلیل میکند. یعنی که جهانی بای معنوی بچه با تربیه اخلاقی او یا که هم تربیه اخلاقی هم تربیه اکولوژی او منشا میدهد، یعنی که راهنما میشود. که این از اویله سرچشمه، از اویله سرچشمه میگیرد. البته هر کاری که ما میکنیم بیچونه چرا از اویله سرچشمه میگیرد. یک چیز دیگر است که امروز ما باید چی کار کنیم که همین نورس امروزه، کودک امروزه از خردسالی پیش از همه با تازگی بدن خود، تازگی محیط زیست و همون اتیکای مقرر شده مطابق شود، اون رو رعایت کند. خب کدام راه ها هستند از نگاه علمی روانشناسی که کودک رو میتوانند به همین راه ها برد؟ البته پیش از همه در تربیه تازه پرستی و تازه دوستداری و که جهت های اکولوژی پدر و مادر سهمی با سزا گذاشته میتوانند، زیرا کودک در کدام اویله که تربیه یابد، همون عنصرهای رفتاری همون اویله رو یا که همون عنصرهای رفتار رو تا آخر حیات میتواند جا به جا گذارد. البته اویله باشد که نسبت تازگی، نسبت دیگر کارها به تفاوت باشد و برای آنها مهم نباشد که در کدام حالت سانیتاری گیگینی قرار دارد بچه، او البته چنین رفتار رو تا آخر حیات میتواند که برای خود، یعنی که همچنین یک نقش در خاطرش نقش بندد و او تکرار و تکرار بپرواتر باشد. و گمون میکنم که باید انامین اجیت تازگی، صفت لباس این قدر قیمت ندارد، باید پدر و مادر کوشش کند که در بچه تازه نگاه داشتن خود، بدن خود، محیط خود، خانه خود، جای نشست خود، جای خوراکپزی و دیگر میتواند که مطابقت کند به انامون رفتار بچه، به رفتار آینده بچه، به تربیه اکولوژی بچه، به محیط بچه و میتواند که برای حتی در آینده با کدام شرایط ها مطابق شدن، با کدام شرایط ها رو خواستن، با طلبات های گیگینی سنتری آینده بچه نیز تاثیر رساند که بچه مثلا مایل کند به کوشش. بچه ای که در اویله بی‌پروا و نه اونقدر مثلا جد گیگینی تشکل یافته تربیه میابد، او پگاه مایل به پیشروی، به بهداشت دیگر هیچگاه نمی کند. باز کدام عنصرهای اساسی هستند که می تواند انامون کودک رو شوقمند کند، هوسمند کند برای در آینده به انامون راه خوبه که انتخاب می کند؟ اینجا پیشتر قید کردیم اتیکای مقرر شده که موجود است، چون امروز حتما می بینیم که جو هستند کمبودی ها دیده می شوند. البته برای بوسم بیشتر بچه را متوجه کردن از جهت اکولوژی و که از جهت اتیکی رفتاری خوب و قابل داشتن، این باید تکیه کنیم به همه خصوصیات های مثلا بهداشت دیگر، یعنی که جهانبینی وسیع داشتن، دوست داشتن طبیعت،
یعنی که از خردسالی ما بچه رو باید به سیر طبیعت بریم، دوست داشتنی مثلا دیگر نمود جهت های صنعت، دوست داشتنی موسیقی، کشیدنی رسم های طبیعت، این عنصر های هست، این کار های هست که بچه با وسیله این میتواند که محیط را دوست دارد، میتواند که قابل قبول و طلبات جامعه معاصر امروزه مثلا تصورات زیبایی پرستی را قبول کند، میتواند که مثلا جمعیت را به طور درست تصویر کند و بینید که مدنیت پست، انکشاف نادرست پستی مثلا فرهنگی و مثلا جامعه میتواند انسان رو به چنین نگاهی دیدی نادرست گیگینی و سانیتری و دیگر چی برده رساند که بینید که به کسلی های دیگر گرفتار میکند بچه. وقتی که انامین دیدها رو، انامین جهانبینی و سیر رو، یعنی که فرهنگ خودش را دوست میدارد، ملتش را دوست میدارد، وطنش را دوست میدارد، کتاب خوندن را دوست میدارد، جهانبینی و سیر دارد، تشکل انکشاف درست دارد، حالت معرفتی خوبی براه مونده دارد، او میتواند در جامعه فعالیت درست رو براه موند و فرد و همچون یک شخصی تشکل یافته هم از جهت اکولوژی انکشاف خوب، تربیه اکولوژی اخلاقی خوب داشته باشد، هم از جهت سانیتری گیگینی مثلا طلبات های درستی مکمل داشته باشد و هم تا اونا در جامعه شخصی باشد که برای پیشرفتی دانش خود، زیرا تربیه خوب اخلاقی، تربیه خوب نمونوی اون سزاواری اون است که اون یک قسمتی تعلیمگیری است. به تربیه مکمل، به تربیه خوب روند تعلیمگیری نیست درست براه مونده نمیشود. من گمان میکنم این دو جنبه هست که به همدیگر پیوند هستند. تربیه خوب میسازد همیشه انکشاف داده شود، زیرا تعلیمگیری اگر یک مهلت معین داشته باشد، تربیه از روزی تولید تو با گور در آدم وابسته کرده شده، زیرا تربیه این خصوصیتی است که میتواند در روابط تمام حیات مکمل دهنده و انکشاف دهنده رفتارهای انسان باشد. آنمون یک انسانیت، آنمون یک خصوصیتی انسانی از تربیه آغاز می شود. تربیه خوب است که آدم میهنش را دوست میدارد، وطنش را دوست میدارد. تربیه خوب است که انسان میتواند خصوصیت های رفتار شخصی دیگر را حمایت کند، تحمل پذیر باشد. انسان میتواند در روند حیات و دیگر کس دلسوز باشد، مهربان باشد، رفتاری خوب داشته باشد و همه این البته با نمون یک واحدیت داخل می شود، زیرا ما اون واحدیت گیریم صفرهای خالی برای منفیت یکم کس نمی شود. اینجا قید کردیم از رفتار درست کودکان و نورسان، پس امروز کمبودی ها رو نیز می بینیم در جامعه با این نورسان و کودکان. سببگوری اساسی انامین رو شما در چی میبینید؟ البته علم معاصر روانشناسی نسبت رفتار بچه هایی که دچار تربیه هستند و روند دچار تربیگی رو وظیفه گرفتن بسیار کار کرده ایستاده است و کوشش به خرج داده ایستاده است که معین کننده اون جنبه های تربیه نادرست رو معین کند. اما باید فراموش نکرد که من همچون روانشناس قید میکنم که سبب اساسی مثلا ویران شدن تربیه بچه در نادرست رفتار کردن والدین میباشد. ما در وقتی که مثلا کمبودی اساسی رو در بچه میبینیم، باید فراموش نکنیم که پدر و مادر کلان باید همیشه توهم باشند به همدیگر، یعنی که هر کاری که کرده می شود با یک نفر اجرا نمی شود. همبستگی باید باشد. همبستگی البته باید باشد، نه تنها والدین، محیط، جامعه و این همبستگی رو باید از اول، از روزی که مثلا اویله دار می شویم، ما می گیم که فرزند در بطن مادر احساس می کند که مادر در کدام حالت روانی است، پدر در کدام حالتی روانی است. باید آن همون فرزند رو از روزی همچون جنین پیدا شدن در بطن مادر متربیت رو آغاز کنیم. ویران شدن اویله ها سبب ویران شدن پسیخالوگی کودکان است. بیشتر از بیشتری
کودکان دشوار تربیه همه از آیله های نپور هستن و ما آیله نپورا و آیله نسالیم گفتن میخواهم زیر آیله های هستن که پورا هستن اما نسالیم هستن و میخاطر ما باید کوشش کنیم که پیش از همه وقتی که در آیله برپا میکنیم باید فراموش نکنیم که ما نسل آینده رو تربیه میکنیم. نسل جوان امروزه میخواهد که همه چی رو درو باشد. کار نکند، مهنت نکند، اما مثل همه شخصانی غرب و شرق داروی ویلا ها باشد. داروی ماشین های رنگ و برنگ باشد. ما باید با اون فیلم ها با اون اگیتاسیا های غرب کننده شده تکیه نکنیم. بینید که وقتی که فیلم های مثلا غرب کننده را ما به بچه ها نمایش میدیم باید تحلیلات در وجود داشته باشد. بچه وقتی که میخواهد مثل بچه اروپایی یا اینکه شرقی در کدام یه حالت مثلا درجه بلندی اجتماعی قرار داشته باشد باید داند که اون بایگری از کجا پیدا شده است. زیرا برای پیدا شدن یک بایگری یک قوم یک اولاد دوره به دوره مهنت میکند که اون بایگری زم میشود و بینید که در فیلم های غرب و شرق بیشتر از پیدایش مال و ملک نشان نمیدهند فقط از مناقشه ها از در کدام ویلا کیم کدام یک بای زن با کدام یک بای جوان و خورده ایستاده است اما پیدایش اون ویلا ها مهنت اون پیدا شدنی مثلا اون منصرت ها اون قصر ها اون ماشین های رنگ رو نشان نمی دهند و می خاطر باید کینماتوگرافی زمان معاصر حقیقت رو نشان دهد تا که جنبه های تربیوی اخلاقی جوانان ما تغییر یابد و بینید که جوان دخترای ما وقتی که اویله دار میشون پیش از همه به سیما به شکل به ارزش گذاری به ارزش های اون اویله که میروند میدارای نگاه نمیکنن اونها به بایگری اونها نگاه میکنن و چند دوره پس میخوان که وقتی که اون ارزوهاشون امالوشون جمعه عمل نمیپوشد تیز به شخصی دیگر توجه میکنن یعنی که پسر بچه ها اونها فکر نمیکنن که مثلا انسان تربیه انسان زندگی این دیگر مالو نمایش ها دارد اونها همیشه تکیه میکنند مثلا مال و ملک و بینید دو چیزی است که در اویله برپا نمودن اویله باید رول مهم بازی نکند اول ثروت بعد شهوت انامین و دو چی تکیه میکنیم بعدا انامون منی منی خود را پیش میگذاریم و فراموش میکنیم که در میانه کودک مونده است و تربیه او رو فراموش میکنیم ضربه امتنالی نه تنها از تربیه و تمام دنیای کودک رو مویران میکنیم زیرا بعدی برهم خوردن اویله ما یکون بار یکون نفر به او چشمان کودکی که اویله برهم خورده است ما نگاه نکرده ایم مثلا شما جورنالیستان شما روزنامه نگاران یک بار چشمان کودکی رو که اویلهشون برهم خورده است یک بار به نوار گرفته اید یک بار اون چشمانی که از دنیایش به نابودی به نیستی رفته است صرفم رفته است اون چشمانی که به خولگی مبدل شده است شما دیده اید؟ من گمان میکنم که اندیشه خیلی زیاد لازم است کاری خیلی زیادی روزنامه‌نگاران یا که مثلا سینما یا تلویزیون لازم است که ما توانیم یک بار به پورگی به این برگردیم توجه کنیم البته درست قید کردید که امروز در همبستگی می توانیم هم اویله هم مکتب هم جامعه و هم اینجا شما از تهیه فیلم ها گفتید از تلویزیون گفتید در همبستگی می توانیم البته که یک تربیه درست و یک محیط سالم رو در بین کودکان و نورسان و جوانان امروز ما یعنی که روانه بگردونیم در اویله های موجود بوده که پدر و مادر امروز خوب هستند یعنی که زندگیشان خوب است ولی توجه در آنها نیز به فرزند کم است یعنی پدر از کار میآید و همون تلفن موبایلی خود مشغول است از مادر کو با کارهای روزگارداری خانواده اگر شما اهمیت داده باشید پیشتر از من وقتی گپ زدم
همین نیز و اینوبت گیری همین نیز در نظر داشته بودم که پدر و مادران باید نسبتی ان همین کاراشون نیز کمی یعنی که انم من گفتاری هاشون از همون است که آنها نمیدونن که انرژی دوشته رو در کجا صرف کنن و برای چی من درباره شهوت و درباره مال و ملک گفتم برای انتخاب عین زمان مناسبت باید خالصانه باشد مناسبت با عقلانه باشد یعنی که پدری که خود آماده نیست او مثل کودک میتواند که فقط با تلفن بازی کند توجه به تربیه فرزند نکند پدری که خود آماده نیست و در اویله مخزن مهر و صفا رو برپا کرده نمیتواند یا اینکه مادر او میتواند به لباس و به دیگر عنصرهای دیگری مثلا اویله توجه کند من میتواند که سبب های مثلا به توجهی به کودک شود البته کودکی که در کناره موند اگر چند پیش در یک نواری یک وی اجتماعی من دیدم که چگونه پدر با تلفن و مادر با تلفن در میان کودک مثلا لول و حیران نشسته است عین زمان در همه اویله ها که چنین منظره ها قرار دارد می بخشید اویله حاضره ما از 65 زیاد نیست اویله عین زمان اویله های ما 20, 25, 30, 35 است همه اگر تلفن یا که تلفن های موبیلی در دست داشته باشند پس با تربیه کودک کی مشغول می شود درست قید کردید و فکر میکنم که ما از انامین به توجهی است که کودک یعنی که به مناسبت پدر و مادر که مونده است امروز مشاهده میکنیم که دیگر فرزند انامون گفته های والدان را قریب که اعتبار نمیدهد من یک چیز دیگر اضافه میکنم و گفتنی هستم که البته توجه باید معیار داشته باشد بله توجهی از حد زیاد این فشار حساب می شود از حد کم این به اهمیتی می شود باید فراموش نکرد پدر وقتی که در کار است او باید کارش کند وقتی که در جامعه است باید کاری جامعه به مشغول شود وقتی خانه می آید باید پور را به خانه مشغول شود و در همین میان باید مادران هم باید همین نقشه باید دیگر نکنند یعنی که اویلداری این یک ارزش خیلی گرانبها است رو به طور معین به طور درست باید شاید شهر داد یعنی که بچه باید مکتب رود از مکتب اومدر خونه دوره درس تیار کنی داشته باشد دوره خوراخوری داشته باشد یک دوره برای مناسبت با پدر و مادر داشته باشد دوره خوب داشته باشد انا میار گذاری باید دیگر نشود وقتی که ما دوره در کوچه گشتن بچه از هر تو بگوه می شود دوره مکتب یک دوره نو معین می شود دوره خوراخوری هر لحظه عوض شدنش ممکن است دوره صحبت با پدر و مادر باید عوض شود این می شود نقشه نادرستی تربیه فرزند باید در همه حالت در همه دوره باید انامی نقشه ها یک ریتم خودش داشته باشد زیرا پدر هر دوره که از کار آمد باید پیش از همه با فرزندش یک چند دقیقه صحبت خوب داشته باشد خواه سری میرزی خوراخوری باشد خواه بیرون از اون باشد یک ارزشی باشد که فرزند همیشه احساس کند که ما هر بیگاه با پدر و مادرمون یک جا خوراک میخوریم و صحبت داریم جوی شود که اگر مطالعه کتاب باشد، رسم کشی باشد و اینکه گفتن افسانه باشد باز فکر میکنم؟ البته باید باشد مثلا وقتی که خوب میرود بچه به خانه خوب یا که رخت خوب خود میرود باید احساس کند که پدرش او رو گسیل میکند مادرش او رو گسیل میکند یعنی که آرومی خوب فرزند از مناسبت خوب پدر و مادر است و وقتی که پدر تا نصف شب در خانه نیست مادر همیشه در استراب است در جهت رشک و حسد و دیگر همیشه پدر از در می درآید و پدر و مادر در مناسبت ناخوب هستند او البته تاثیر خود را به فرزند می رساند و می تواند که مناقشه های دیگری زندگی فرزند آغاز بخشد کاملیت فرزند کاملیت تربیه فرزند تربیه اخلاق نه تنها تربیه مثلا اخلاقی استتیکی نه تنها گیگینی همه تربیه مثلا همه جهت تربیه خوب فرزند میتواند که در جامعه برای نفع‌گذاری
و جمعیت آینده برای تربیه شخصی درست و زیر خواهیم نخواهیم آینده جمعیت در دست جوانان است. پدر و مادر به مانند سرچشمه آبی هستند که اگر آن مصفا باشد پس پایان آب نیز مصفا خواهد بود. فکر میکنم که بسیار یک صحبت بسیار هم صمیمی بود که آغاز شد از تربیه فرزند در جامعه، مناسبت او با محیط زیست و آمدیم تا وضعیت اویله ها در خانواده. برای یک صحبت صمیمی به شما عرض سپاس. سلامت سر بلند باشید. و بینندگان گرامی یادرس می شویم که چند لحظه صحبت داشتیم با روانشناس زرینه کنجایوا. در همین جا برنامه ما انجام می‌یابد. خیر، همیشه سلامت و سربلند و سعادتمند باشید. برنامه صحبت دوست.